سال 67 برای ایران سال عجیبیه سال پایان جنگ هشت ساله و سال اعدام هزاران زندانی سیاسی در سراسر کشور اعدام هایی با فتوای رهبر وقت جمهوری اسلامی اعدام هایی که تا سالها انکار شد فتوای محرمانه رو ببینید در آپارات این هفته سلام حسن سرچو هستم خوش به سینمای کوچک آپارات در دهه 60 خورشیدی زندان‌های ایران پر از نوجوانان و جوانانی بود که به عنوان زندانی سیاسی شناخته می‌شدند جرم اونها هواداری و یا عضویت در سازمان‌ها و احزاب منتقد و مخالف حکومت ایران بود کارهایی که این جوان‌ها کرده بودند متفاوت بود از یه هواداری ساده و سمپات بودن بگیرین تا احتمالا توضیح و پخش یه نشریه و کتاب و یه درگیری در تظاهرات خیابونی و تلاش برای اقدامات تخریبی علیه حکومت بسیاری از این زندانیان در سالهای اولیه دهه بازداشت و محاکمه شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت خودشون در زندان بودند حکومت اما نمیدونست که با این همه زندانی مخالف چه کنه بعد از پذیرش قطنامه پایان جنگ ایران و عراق توسط ایران سازمان مجاهدین خلق ایران در تلاش برای سرنگون کردن حکومت به مرزهای غربی حمله کرد و این بهانه ای شد برای حکومت تا با حکم رهبر وقت جمهوری اسلامی در حداقل زمان ممکن به صورت مخفیانه هزاران نفر از زندانیان را اعدام کنه حکومت ایران تا سالها انجام چنین کاری رو انکار می کرد اما به تدریج و با تلاش خانواده های اعدام شدگان و کسانی که از محلکه مرگ جان سالم به در برده بودن این راز افشا شد تلاش های آیت الله منتظری قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی که خودش در اعتراض به این اعدام ها با حکومتگران و آیت الله خمینی اختلاف نظر پیدا کرده بود نیز تصویر روشنتری از ماجرا و کمیته های مرگ به دست داد گرچه هنوز ابعاد و گستردگی حجم این اعدام ها در نقاط مختلف ایران روشن نشده دلنازه آبادی در فیلم فتوای محرمانه به سراغ کسانی رفته که اون دوران این شرایط رو تجربه کردن خانم آبادی خودش سال 57 در ایران دانشجو بوده و فعال سیاسی اما سال 63 از ایران به آمریکا گریخ و در رشته مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده او در این حال فیلمسازی هم خونده و فتوای محرمانه اولین فیلم بلندش هست خانم آبادی خودش از راه دور و از امریکا میمان این هفته برنامه ماست و به سوالات در مورد این فیلم پاسخ میده و همطور اینجا در سینما یا مرزی حسنوند با ما هست و اطلاعات بیشتری رو در روی عباد این ماجرا به ما خواهد داد. خانم حسنوند تحصیل کرده علوم سیاسی در آلمان و پژوهشگر هست و خودش پدرش رو در دهه هست از دست داده و مادرش هم از زندانیان همون دوره بوده. خیلی خوش اومدید به برنامه این هفته ما و همطور شما خانم آبادی خب اول فیلم رو به اتفاق شما و بینندگان میبینیم بعد درباره این فیلم صحبت میکنیم. اعدام هایی که تا سالها انکار شد یک راز را چگونه به تصویر می کشند قربانیان دیگر نیستند که گواهی دهند جنایتکاران در صحنه قدرتند همه چیز را انکار می کنند دروغ می گوید. نپرسید حرفش را نزنید فراموش کنید خانواده ها هرگز فراموش نمی کند می پرسند. جان در بردگان هرگز فراموش نمی کند روایت می کنند فتفایی محرمانه رو ببینید در آپارات این هفته فتوای محرمانه را دیدیم ساخته دلنازه آبادی روایتی مستند و در این حال شخصی از بازماندگان اعدامهای سال 67 در ایران فیلمساز در این فیلم سعی کرده با استفاده از گفتگو با شاهدان عینی گفتار متن و با سازی و استفاده از تصاویر آرشیوی استنادات کافی رو برای طرح موضوعش به کار بگیره و تصویر روشنی از آنچه که در زندان ها رخ داد به دست بده با این همه فیلمساز لحنی قضاوت کرد در بخشی از گفتار متنش داره حالا در این مورد و انطور موضوعات بسیار دیگه از خود فیلمساز خواهیم خواست که توضیح بده برامون دلناز آبادی از راه دور به سوالات ما پاسخ داده و در اینجا در سینما یپارات هم مرزیه حسن وند با ما هست خیلی خوش اومدید به برنامه این هفته ما انطور شما خانم آبادی گفته با شما شروع میکنیم خانم آبادی چطور شد که شما به عنوان اولین فیلمتون در حقیقت و تنها فیلمی که تو الان ساختید رفتید سراغ این موضوع و به این موضوع پرداختیم خب فکر میکنم در واقع این موضوع من انتخاب کرد که فیلم سازی رو یاد بگیرم من موضوع رو انتخاب نکردم موضوع به قدری من رو خشبین کرد به قدری به من شک وارد کرد به جامعه به خانواده هایی که عزیزانشون از دست دادن و به خود زندانی ها که اعدام شدن اونهایی که باز موندن این شک برای من این انگیزه رو به وجود آورد که باید یه کار جدی در موردش بکنم باید اینو به تصویر بکشم و به نظرم لحظاتیه که در هیچ کجای دنیا در زندان اتفاق نیفتاده و اینا رو به جهانیان نشون بدم خب خانم حسن شما به ما بگید شما با این مسئله چه نسبتی دارید چطوری در واقع فعالیت کردید در این زمینه من از اون روزی که در شکم مادرم بودم این مسائل روی زندگی من اثر گذاشته من در اون دوران پدرم رو از دست میدم اوایل شست و مادرم سالها در زندان بوده و بعد از زندان مادرم این مسائل سال 67 همیشه یک داستانی بوده در خونه ما که من با این داستان بزرگ شدم و اما میدونستم که خیلی در مورد این داستان اصلا خبری ندارن جز کسایی که زندان بودن و خانواده ها و من علاقه من شدم که بیشتر سال بکنم درباره این مسئله و این یک راهی بود برای من که من بیشتر تحقیقات انجام بدن به در حقیقت شما اون نسلی هستید که ارتباط مستقیم نداشتید ولی خانوادتون درگیر این ماجرا بودن و به نوعی نسل برآمده از اتفاقات بعد از اون دوران بودید و اتفاق زندگی شما رو تحت تاثیر قرار داده خب این فیلم رو دیدید فیلم رو چطور دیدید شما فیلم ام... ی... یک ام... دو نقطه خیلی جالبی داشت برای من یک نقطه اینه که یک تابو شکنی داره که این تابو شکنی اینه که یک نفر میاد میگه که من یک توبه نامه نوشتم که بتونم جان سالم از این مسئله در بکنم اینه که خیلی سخته برای یک نفر بیاد بگه من حرفی رو زدم که قبول نداشتم که شکنجه نشم یا اعدام نشم و البته ما باید اینو بدونیم که هر کسی دوست داره که زنده بمونه و شکنجه نشه و این یک چیزیه که ما زیاد اهمیت ندادیم به این آدم ها و که بپرسیم ازشون که داستان اونها رو بشنویم که چی به سر اونها گذشت که این توب نامه رو نوشتن چون این آدم ها همیشه ترد می شدن بعد از همچین عملی و این فیلم فکر کنم خیلی خوب تونسته این مسئله رو به جلو بیاره و یک نکته دیگه هم هست که میهن یک عکسی از شوهرش رو قاب میگیره در دوران شادی رضاست میخواد با این قاب گرفتن این عکس نشون بده که رضا فقط اون زندانی نبوده که رفته و اعدام شده رضا یک دوران شادی هم داشته و میخواد کسایی که میان خونش و رضا رو نمیشناسن با رضا برای اولین بار اینطوری آشنا بشن این چهره رضا رو ببینن چهره شاد رزا رو یعنی به عبارت دیگه تصویری فیلم میده از کسانی که زندگیشون فقط محض مبارزات سیاسی نبوده روزگاری زنده بودن و زندگانی هم داشتن مثل همه آدم های دیگه زندگانی معمولی متداول خب واقعا فریبشون دادن چون هر کسی خب به حال در هر دادگاهی تو این دنیا این حق داره که از خودش بتونه دفاع بکنه به اینها اصلا گفته نشده که برای چی اینا رو دارن میبرن و سوالای ازشون کردن که اینا نمیدونستن چه به سرشون میاد اگر این جواب رو بدن یعنی اصلا اینا حق انتخاب نداشتن و به خاطر همین این هم یه نوع فاجعه است که اصلا اینا حق دفاع از خودشون نداشتن در یک دادگاه خیلی کوتاه تصمیم گرفته شده که اینا برن اعدام بشن آره چیزی شبیه دادگاه بوده است یعنی یعنی بهشون گفته نشده دادگاهی مجدد شما دارید این زندانی اصلا نمیدونستن که برای چی اونجا نشستن چون خیال میکنن خب جنگ تموم شده ما هم که حکم داریم خب برای چی ما باید بریم دادگاه به خاطر همین این فریب دادن این زندانیان هم یک مسئله دیگه است که در فیلم هم بهش اشاره شده خانم آبادی شما چقدر کار تحقیقی کردید و چقدر آمار دارید از تعداد کسانی که در جریان این اعدام ها کشته شدند خب من موقعی که شروع کردم در واقع دوازده سیزده سال پیش بود و موضوع اونقدر روشن نبود تعدادی از بازمونده ها شروع کرده بودند به صحبت کردن کتاب آقای منتظری هم در اومده بود در نتیجه روشن بود که فتوایی صادر شده و در این حال مجاهدین هم لیست دقیقی داده بودند سه هزار و نفر البته ادعا می کنند بیشتر از اینه اما ما اون چیزی رو که اسامی که هست رو باید به رسمیت بشناسیم آقای منتظری در کتابشون نوشتن و در مصاحبهشون هم گفتن 2800 یا 3800 خب 3800 منطقی تره و با آماری که مجاهدین با اسم منتشر کردن نه با حرف 3200 به اضافه 600 تا از طرفدار طرفداران گروه های چپ به نظر من 3800 و یا کمی بیشتر و من کاری که کردم سعی کردن با زندانیان زیادی صحبت کنم در اوین و در گوهردشت و داستان های اینا رو به هم وصل کنم و خب من بعد بگم تحقیق در موردش بیش از هر چیزی ممنون بازمانده ها هستم که هم نوشتن و هم بیدریخ اطلاعاتشون رو در اختیار من گذاشتن خانم حسنوند شما چقدر اطلاعات دارید؟ چه چیزایی میدونیم درباره تعداد کشته شدگان؟ چقدر آمار مختلفی که اعلام میشه نزدیک به واقعیت؟ ام خیلی عددها ها گفته میشه من میدونم که گفتگوهای زندان 5000 تا اسم جمع کردن یک عدد دیگه هم داریم که 3800 تا به خاطر همین ما نمیتونیم درست واقعا بگیم که چی درسته چی درست نیست اینو فقط آدم میتونه اون موقع حل بکنه وقتی که این رژیم دیگه سر کار نباشه و مردم دسترسی به این مدارک داشته باشن یعنی خانواده های زندانیان اعلام نکردن یا خیلی از خانواده ها خب می ترسیدن که بیان اصلا اینو اعلام بکنن چون بچه های دیگه هم داشتن می ترسیدن اگر بخوان سرصدایی بکنن شاید بیان مثلا اون یکی بچهشون هم ببرن و خیلی از خانواده ها خب اصلا بهشون گفته نشده که با بچه هاشون چه اتفاقی افتاده هنوز که هنوز نمیدونن زنده است یا نیست به خاطر همین این یک چیزی یک کمپلکسی که واقعا سالها طول خواهد کشید تا آدم واقعا بتونه یک نزدیکتر بشه به واقعیت ها. اون می‌دونیم که تو کجاها اعدام‌ها بیشتر بوده، تو کدوم مناطق جغرافیایی شهرها روشنه این؟ خب ایران یک کشور خیلی وسیعی هست و ما می‌تونیم بگیم که در تمام شهرها این کشدار صورت گرفته و شهرستان‌ها، متاسفانه خب خیلی کم توجه شده به شهرستان‌ها آیا چقدر کجا کشته شده، اینو باز هم ما نمی‌تونیم بگیم، شاید در یک قبر دست جمعی یک گور دست جمعی سی تا باشن در اون یکی صد تا باز این فقط ما میتونیم از طریق اونایی که شهادت دادن و خانواده هایی که حرف زدن میتونیم حساب بکنیم خب آمار مجاهدین شهرستان ها هم در بر میگیره خب اینها هواداراشون رو میشناختن که در زندان بودن میدونید برای اونها کار زیادی نبوده که از همه ایران این آمار رو جمع کنن در مورد چپ ها هم خب فقط مردان چپ بودن و مردان چپ در تهران فقط اعدام شدن و خب اون هم, اون هم آمارش ساده است برای که بچه که در اوین و گوهردش بودن به خوبی میشناختن که کی به اون دادگاه رفته و برنگشته خانم آبادی شما از همون آغاز فیلم به عنوان فیلمساز خیلی زود تکلیفتون رو روشن کردید و در حقیقت در همون سه چهار دقیقه اول یک بیانیه استیتمنتی میدید تکلیف قاتل و جنایتکار و اینها رو مشخص میکنید که کیان چرا این منش و روش رو برای پیش برده فیلمتون به کار گرفتید در ذهن خود بیننده قضاوت کنه در پایان فیلمتون در مقدمه فیلم من سعی کردم یک مختصری در مورد اینکه این فیلم راجبه چه خواهد بود رو ارائه کنم و اول فیلم با بازسازی شروع میشه اولا بگم که اکثر تصاویری که در این فیلم دیده میشه بازسازیه برای که این یک رمز بوده در این جنایت در خفا انجام شده دوم اینکه خب مثلا این فیلم درش کسانی که من بهشون میگم جنایتکار صحبتی نکردن غیر از اون فوتجی که از آقای اردبیلی قاضی القضات داریم کسی رسما صحبتی نکرده و من اینو میخواستم خیلی صادقانه بگم که این فیلمی نیست که شما هم از این ور بشنوید هم از اون ور جنایتکاران سکوت کردن دروغ میگن و نهایتا میگن فراموشش کنی اون کسی که الان میتونه به ما اطلاعاتی بده بازماندگان و خانواده ها هستن و این داستان اون هاست خانم آبادی با چه تعدادی شما صحبت کردید از این زندانیان آیا این همشون بودن یا کسای دیگه هم بودن که باشون صحبت کرده باشید و حالا نخوان جلو دوربین بیاد یا شما انتخاب نکرده باشید دقیقا جامعه آماریتون برای انتخاب این مسابقه شونده ها چگونه بوده؟ خب اون موقع که من شروع کردم تعداد کسانی که حاضر بودن جلوی دوربین صحبت کنن کم بود و خب حق هم, هم داشتن در ایران خانواده دارن و خودشون تازه به خارج کشور اومده بودن زمان احتیاج داشتن اما همینطور که گذشت خب تعدادشون بیشتر شد من با خیلی هم مصاحبه کردم که متا اسم واقعیشون رو نمیگفتن مثلا برای صحنه شلاق من میخواستم بدونم دقیقا چه جوری زده میشد به کجای بدن مثلا کسی که با من صحبت کرد کسی بود که 25 روز فکر کنم تو اعتصاب قضا بود نمیخواست اسمش گفته بشه و خب خیلی جزیات خوبی رو به من داد همینطور که پیش رفتیم گروه های حقوق بشر هم فعالان حقوق بشر هم پروژه های مختلفی رو شروع کردن یکی از پروژه هایی که خیلی به فیلم من کمک کرد پروژه بنیاد عبدالرحمن برومند بود که یک قاضی بین المللی سرشناسی رو به اسم جفری رابرتسون استخدام کردن و ازش خواستن که یک گزارش مستقل تهیه کنه و در این حال توضیح بده که الان در جامعه جهانی در مورد این جنایت چه میشه کرد و همچنین که این جنایت در چه رده ای قرار داره آیا جن... جنوسایده آیا جنایت علیه برشریت خب این آقا با با فکر میکنم هفتاد نفر زندانی مصاحبه کرد خب من دسترس داشتم به این مصاحبه ها تا اطلاعاتی که لازم داشتم رو من فکر میکنم در همون سه چهار سال اول پیدا کردم و حتی مثلا چیزی که اخیرا دو سال پیش در اومد نوار صوتی آیت الله منتظری خب خیلی خیلی سر و صدا کرد اما چیز خیلی جدیدی نداشت تو کتاب آقای منتظری خاطراتش همه اینها درد شده بود خانم حسن من بخش امده این ماجرا بازماندگان هستن در حقیقت خانواده ها همه اونایی که بازموندن از این قتل عام ها و خانواده هاشون اگر که یک ماسوی سرنگشتی بکنیم تعداد خیلی زیادی میشه خانواده هایی که به نوع درگیر ماجرای ادام های 67 بودن آیا از وضعیت اونها و اثری که این اتفاقات روی اونها گذاشته تصویر موجود هست چیزی میدونیم؟ خب اینه که خانواده ها کمتر از اون زندانیا نکشیدن مادری که روزها دم یک زندان میخوابه چون کسی اصلا جواب بهش نمیده خانواده هایی که این شک بهشون وارد میشه که بچهشون یکی میاد از دانشگاه میبره چون که یک اعلامی خونده یا چون فقط مخالفه و دیگه بر نمیگرده و برخوردهایی که با خانواده ها میشه حتی کتک میخورن توهین بهشون میشه یعنی یک ترس همیشگی و یک اینی که اصلا نمیدونن با بچه هاشون چه اتفاقی افتاده فکر کنم این بزرگترین شکنجه‌ای باشه برای هر خانواده ای که ندونن که با فرزندشون چه اتفاقی افتاده تا امروز با این خانواده ها شما صحبت کردید چه واکنش هاشون خیلی غم انگیز همشون خب به حال میخوان که یکی جوابگو باشه یکی پاسخ بده که چرا و کجان این بچه ها یعنی این چیزی که همه خانواده میخوان و تو شهر مختلف هم همینطور میان صحبت میکنن یعنی با شما هایی که مرتبط میشید باشون جوابگو هستن بازم اونجا خب بعضی در یک شهر شاید مثلا سه نفر بتونن حرف بزنن و پنج نفر نه خب اینا کسی هم واقعا نداشتن برای صحبت کردن نمیتونن به همسایشون بگن که واقعا چه اتفاقی افتاده برای بچهشون خانم آبادی آیا تلاش کردین با کسانی که در سوی دیگه این ماجرا قرار دارن یعنی برحال اونهایی که که دست به هر حال که میدونیم که دسترسی به اونایی که تصمیم گرفتن برای این اعدام یا هیئت مرگ بودن عملا غیر ممکن هست ولی بخش دیگری که برخار مرتبط بودن با این ماجرا احتمالا در اعدام ها حضور داشتن یا در زندان ها حضور داشتن در سمت دیگه ماجرا بودن صحبت کنید تا تصویر متوازن از ماجرا به دست بیاد یک, یک نفر به خارج کشور اومد که مجاهدین باش مصاحبه کردن تا به قدر این صحبتاش قلوامیز و غیر قابل باور بود راستش من احساس نکردم که لازم دارم به این در, در فیلم در این مرحله چون خب در این مرحله رژیم پنهان کرده و اینی که اون پنهان کرده از طرف اونها من وظیفه ای ندارم که چیزی رو روشن کنم حالا در آینده قطعا موقعی که زمانش برسه و دادگاهی باشه و از رژیم کنده شده باشن هستن کسانی که بیان صحبت کنن و جزئیات رو بگن و برای ما بگید که اصلا این فیلم رو برای چه کسی ساخته های مخاطبتون ایرانی ها بودند یا غیر ایرانی ها؟ فیلم من با این انگیزه درست کردم که صداش این, این داستان به گوش کسانی برسه که هیچی نمیدونن به گوش جهان برسه من چه گفتم که بینندم غیر ایرانی های خواهند بود که خیلی خیلی کم از ایران میدونن اما به مسائل حقوق بشر علاقمندن و ایرانیان جوانی که نسل جدیدی که از این دوره چیزی نشنیده یا خیلی کم شنیده برای همین هم توی تدوین فیلم دقت کردم و یکی از دلایلی هم که طول کشیدیم بود که چیزهایی رو بگنجونم که برای کسانی که در مورد ایران و این تاریخ جمهوری اسلامی چیز زیادی نمیدونن معنی بده تو فیلمتون برای اشاره و نمات به کار گرفته شده که خیلی روشن مختص فیلم شما از مثل مسئله مثل بقچه که چند جای فیلم بهش اشاره میشه یا چیزایی مثل که توی زندان مهم بوده مثل دمپایی مثل چیزهایی از این دست اینها یک معنای دیگه ای انگار پیدا میکنن در فیلم شما و همینطور در زندگی زندانیان خب همینطور که من با خانواده ها صحبت میکردم با من درد و دل میکردن با بازمونده ها این نمادهایی که تکرار میشد مثل بخچهی که تنها با باقی مونده از عزیزشون هست بخچه ای که توش لباسی هست بویی داره این لباس تمام داستان رو میگه یا بچه های مونده ای که بارها و بارها در مورد این دمپایی ها صحبت کردن فرقون دمپایی فرقون تناب و فکر میکنم مثل مثلا هولوکاست که اون انبوهی از کفش ساعت لباس ابعاد فاجعه رو نشون میده این نمادها هم کوچکن اما ابعاد فاجعه رو نشون میده خانم مثلا تو این سالها بسیار از خاوران در مورد تهران صحبت شده جایی که ام. کشتگان رو بردن و خاک کردن و بعدش گروه به اسم مادران خاوران مادران زندانیان سیاسی که در سال 67 کشته شدن تشکیل شدن فعال بودن کارایی رو میکردن و حال خاوران شناخته شده هست از رقم تلاش هایی که حکومت کرده برای از بین بردن اون منطقه آیا ما جاهای مشابه یا موارد مشابهی توی شهرستان ها داریم چیزایی بوده که ندونیم دربارشون خب خاوران معروف ترین گوره اما خب ما خاوران ها داریم خب در شهرستان ها چون که زندان ها اینقدر پر بودن و جای دیگه نداشتن اومدن مدرسه ها رو تعطیل کردن اداره ها رو خالی کردن که بتونن به نوع زندان از اینا استفاده بکنن من اینو میدونم که در شهر مسجد سلیمان یک دفتر شرکت نفت رو به عنوان زندان ازش استفاده میکردن و همونجا هم چند نفر رو اعدام کردن و همون پشت همون ساختمون هم خاک کردن پس اونجا هم یک گور دست جمعی هست و ما از این گورها در تمام ایران داریم در رشت، آذربایجان، کردستان ام شیراز اصفهان و همونطور که گفتم این خیلی وقت میخواد و فرصت که آدم بتونه روی این کار را بیشتر تحقیقاتی انجام بده وضعیت زندانی که آزاد شدن و در واقع از اون دوره اومدن چطور؟ ام در فیلم منیر اشاره میکنه به یک نوع شکنجه که در یه چیز مثل کمود مانند اینا رو میذارن که شکنجه شو میکنن زندانی وقتی میانم برمیگردم به جامعه درست در همون کمودن باز چون که نه میتونن کار بکنن نه میتونن حرفی بزنن و یک جورایی مردم هم ازشون میترسن که بخوان نزدیکشون بشن یک جورایی اینایی که آزاد شدن باز در زندانن و مخصوصا زنا زنایی که برمیگردن به یک جامعه اسلامی که دیگه زنم آنچنان حقوقی نداره و زندان رفتن یک زن هم دوباره یک مسئله دیگه است و ما تومت تجاوزم خب داشتیم که البته خب تجاوزم بوده و خیلی هم مشکل پیدا میکنن که بخوان ازدواج بکنم پس یعنی با آزاد شدن اینا واقعا آزاد نشدن اومدن توی زندان جامعه خانم آبادی فیلم شما نمونه خوب و جمع جوری هست از در واقع یک فیلم مصنع درباره این ماجرا روایتش رو خوب پیش میبره متمرکز هست و در این حال تکنیک های بیانی خوبی رو هم تو جای جای فیلم به کار گرفتید و به عنوان یه فیلم اول خیلی فیلم خوب و منسجمی از کار در اومده ریتم خوبی داره و کاملا هم قصه گوه هست از چه اولگوی استفاده کردید برای ساخت این فیلم؟ خب موقعی که من شروع کردم فیلم سازی رو یاد گرفتن در اینجا ما کالج هایی داریم که برای همه آزاده کلاس برداشتم اصولش رو یاد گرفتم اما در این حال شاید مثلا صدها فیلم مستند رو نگاه کردم به ویژه فیلم هایی که در مورد زندان بودن این همزمان بود اینجا با زندان ابو زندان گوانتانامو فیلم های خیلی جالبی در این مورد درست کردم خب از اینها اینها رو من ضبط می کردم تیکه تیکه می کردم که ساختمانشون رو یاد بگیرم بعد خب مونده بودم که برای تصویر این اتفاقی که در خفا افتاده تصویری نیست چه کنم که خب یه فیلمی دیدم به اسم داگ ویل که یک شهری بود نیمه ساخته و ساکنین این شهر زندگی میکردن زندگی اینها نشون داده میشد در شهری که مثلا خونهاش فقط یه چارچوب بود و یک پنجره و متوجه شدم عجب تکنیک قویه بعد از مدتی اصلا مهم نبود که این ساختمون واقعی نیست و چارچوبه و یک پنجره از اون الهام گرفتم که من هم بازسازی بکنم صحنه ها رو و خب اینو هم اضافه کنم که بازسازی صحنه ها واقعا تجربه بسیار بسیار فوق العاده ای بود برای من و برای کسانی که توی این بازسازی شرکت کردند خانواده های زندانی ها شرکت کردند بازمونده ها شرکت کردند کسانی شرکت کردند که از موضوع چیز زیادی نمیدونستن و همونجا یاد گرفتن خانم حسن خب ایران تنها جایی فکر نمی کنم باشه که اینجور این کارهایی رو کرده آیا نمونه های مشابهی هم داریم توی دنیا با توجه به تحصیل شما که تو عرصه علوم سیاسی هست توی گستر سیاسی جهان چون اتفاقای مشابهی داشتیم؟ اینو میتونم بگم که ما در تمام جهان همچین اتفاقاتی داشتیم این دست یک دیکتاتور کلاسیکیه که میخواد مخالفینش رو به هر نوعی از بین آمریکای جنوبی رو داریم آفریقا و حتی در غرب اروپا که وقتی فاشیست حاکم بوده و خیلی هاشون هیچ وقت هم به دادگاه نرفتن یعنی محاکمه نشدن پینوشه حتی وقتی مرد یک خاک سپاری نظامی براش انجام دادن به خاطر همین خب این همیشه بوده در دنیا متاسفانه بسیار ممنونم فرصت بیشتری نیست ممنون از دلناز آبادی و مرزی از برای حضور در برنامه و صحبت در این مورد شما فیلم رو چطور دیدید برامون بنویسید که آیا خاطره ای از این اعدام ها در محیط اطراف خودتون شنیدید از طریق همین راه های ارتباطی که اینجا زیر نویس میشه با ما در ارتباط باشید و برامون بنویسید صفحه فیسبوک ما رو هم فراموش نکنید که همچنان جایی هست برای تبادل نظرات تا هفته ای آینده و یه برنامه دیگه بترود و پاینده باشید